بزرگترین خیانت جمهوری اسلامی به مردم. به کیوسک خوش آمدید. به تازگی افشای یک سند محرمانه توسط نهادی امنیتی این مسئله را تایید کرده که رژیم جمهوری اسلامی در سال 2005 در باشگاه پاریس وصول مطالبات خود را به منظور حمایت از مردم عراق و بازسازی این کشور ملغا کرده است. رسمی یا غیر رسمی طلب 1100 میلیارد دلاری خود را که بابت خسارت جنگ 8 ساله بوده بخشیده است. اخیراً در گزارش‌هایی که از میزان بدهی‌های خارجی عراق به سایر دول دنیا منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به بدهی این کشور به ایران بابت غرامت جنگ نشده است. حالان که در لیست بدهی‌های عراق غرامت جنگی به کویت و عربستان موجود است. کویت 650 میلیون دلار از عراق غرامت جنگی گرفت. رژیم بعث صدام سال 1994 به کویت حمله و این کشور را 7 ماه اشغال کرد. کمیسیون رسیدگی به پرداخت غرامت جنگی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد با پرداخت این 650 میلیون دلار کل غرامتی که تاکنون عراق به کویت پرداخت کرده به 30 میلیارد و 150 میلیون دلار رسیده است. قرار است دولت عراق 22 میلیارد و 300 میلیون دلار دیگر به همین عنوان به کویت پرداخت کند. عراق هم اکنون 5% درآمد نفت و گازش را به صندوق ویژه‌ای که سازمان ملل ایجاد کرده است واریز می‌کند و این صندوق هم آن را در اختیار کویت قرار می‌دهد. دولت عراق می‌خواهد فقط 2.5% این درآمد را به این کار اختصاص دهد. حسین شهرستانی وزیر نفت عراق چندی پیش گفته بود کشورش دیگر نمیتواند این غرامت ها را پرداخت کند و کویت هم باید گذشته را فراموش کند. در همین حال علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز 10 آبان 1400 در گفتگو با خبرگزاری انتخاب مدعی شد عراق باید 1100 میلیارد دلار به ایران غرامت جنگی پرداخت کند. او با اشاره به پرداخت غرامت 52 میلیارد دلاری عراق به کویت گفت غرامت از دولت عراق حق مشروع آسیب دیدگان جنگ است که باید استرداد شود. در بند 6 و 7 قطعنامه 598 تصریح شده است که هدف ایران پس از متجاوز اعلام شدن صدام دریافت غرامت جنگی است و ایران به طور مستقیم باید 1100 میلیارد دلار غرامت از عراق محاسبه شده به نرخ روز دریافت کند. البته با احتساب خسارات مستقیم و غیر مستقیم جنگ در ایران این غرامت بیشتر هم خواهد بود. با وجود صحبت‌های این نماینده نه در بندهای 6 و 7 و نه در هیچ بند دیگری از این قطعنامه نه طرفین متجاوز اعلام و نه هیچ کدام محکوم به پرداخت غرامت جنگی شدند. این نکته را باید در نظر داشت که اساساً صدور قطعنامه 598 نه برای تعیین مقصر و میزان غرامتی که باید بپردازد بلکه برای اجرای مواد 39 و 40 از فصل 7 منشور ملل متحد صادر شد که شورای امنیت را مکلف می‌کند در صورت وجود هر گونه نقض، صلح یا تجاوز نسبت به مسئله ورود به آن و دادن توصیه‌هایی برای انجام کارهای موقتی جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اقدام کند. در واقع اگر طرفین به این قطعنامه تن نمی دادند، مطابق مواد بعدی فصل 7 منشور ملل متحد دولت‌های عضو مکلف به ورود نظامی برای توقف جنگ می شدند. ماده 42 ضمن اینکه اولین واکنش علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت ایران به صدور قطعنامه 598 خودداری از قبول آتش بس بود. او در سخنانی با تشبیه قطعنامه شورای امنیت به کارخانه کاغذسازی برای صدور دستورات بی‌ارزش و بی‌اثر گفت صلح تنها در پرتو مجازات متجاوز برقرار می شود. این سخنان او آمریکا و بریتانیا را بر آن داشت تا خواستار اعمال تحریم علیه ایران شوند. این قطعنامه چون عراق را به عنوان متجاوز معرفی نمی کرد، در ابتدا مورد قبول ایران نبود. بلافاصله پس از قبول قطعنامه 598 توسط طرفین، ماموران سازمان ملل متحد برای برقراری صلح
تبادل اسرا، بازگشت نیروهای دو طرف به مرزهای خودی و نظارت بر حسن اجرای قطعنامه در دو کشور مستقر شدند و تا سال 1992 که خاک دو کشور را ترک کردند، آنچه بیشتر محور مذاکرات قرار داشت چگونگی اجرای قطعنامه 598 و اطمینان خاطر از رعایت کامل آتش‌بس بود که گزارش کامل آن موجود است. گزارش دبیر کل سازمان ملل و معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ در 9 دسامبر 1991 در نهایت خاویر پرز ده کویار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در اجرای بند 6 قطعنامه 598 مبنی بر ارائه گزارش در خصوص مسئولیت منازعه بین ایران و عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی حمله روز 22 سپتامبر 1980 عراق به ایران را دلیل اصلی آغاز جنگ بین دو کشور اعلام و عراق را مسئول این جنگ معرفی کرد. اکبر علمی نماینده وقت مجلس برای اولین بار از یک تریبون رسمی در سال 78 از کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی در مورد علت عدم وصول غرامت جنگی ناشی از قطعنامه 598 سوال کرد. ضمناً چه اقداماتی دستگاه دیپلماسی ما در جهت اجرای مفاد قطعنامه 598 و خصوصا دریافت غرامت جنگی به عمل آورده؟ به موجب گزارشی که نماینده اعزامی سازمان ملل به ایران به سازمان ملل ارائه کرده، غرامت جنگی ایران مشخص شده، گرچه رئیس جمهور سابق این غرامت رو 1,000 میلیارد دلار مشخص کرده بوده. البته آنچه که توسط نماینده سازمان ملل تعیین شده متفاوت با این هست، ولی تا به امروز ما حتی 1 ریال هم بابت این غرامت جنگی دریافت نکردیم. نکته آخر این که نظر به این که در بند 16 ماده 2 قانون تأسیس وزارت امور خارجه مصوب سال 1364 تهیه لوایح مربوط به تعیین خطوط مبدأ و حد دریای سرزمینی و فلات قاره، مناطق انحصاری اقتصادی و ماهیگیری از جمله وظایف وزارت امور خارجه هستش، از وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر خراجی بنده سوال کردم که در مورد تعیین فلات قاره ایران در رابطه با عراق و کویت، خصوصا در ارتباط با شاه آرش، چه اقداماتی رو به عمل آوردن؟ دکتر خرازی به این نکته بنده پاسخ ندادند که بالاخره ما برای دریافت این غرامت چه اقداماتی کردیم. این رفت آمد ها و این سفرهای متعددی که صورت میگیره برای جمهوری اسلامی چه حاصلی داشته؟ بعد از اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل آقای عبدالرحیم فرح به ایران اومدند، میزان غرامت رو 97.2 میلیارد دلار به اضافه 3,450 میلیارد تومان تعیین کردند و این به عنوان یک سند در سازمان ملل ثبت است. جناب آقای وزیر هم قطعا از آن می‌فرمایند که با دگرگون شدن اوضاع در منطقه و معدوم شدن رژیم بعثی، حق ما نباید زایل بشه که در ارتباط با فلات قاره ایران با عراق و کویت هم اشاره کردند که حل همچین مسئله‌ای در یک مقطع زمانی محدودی متصور نیست و میسر نیستش. جناب آقای وزیر، ما الان نزدیک 25 سال از انقلابمون گذشته، ما هنوز نتونستیم فلات قاره خودمون رو با عراق و کویت مشخص کنیم. بنده میترسم همون سرنوشتی رو که در ارتباط با دریای خزر برای ما پیش اومد در عراق و در رابطه با عراق و کویت هم همین سرنوشت رو گرفتار بشیم. در ذیل ماده 3 همین قانون اشاره میکنه وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد و ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول سیاست‌های خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنه. واقعا مصلحت جمهوری اسلامی ایران همینه که ما در حال حاضر در اون گرفتار هستیم. آیا سیاست خارجی که منظور نظر قانونگذار بوده همین است که ما در حال حاضر گرفتارش هستیم؟ جناب آقای وزیر از دالی مستظر هستید که همکاری اقتصادی ما،
همکاری تکنولوژی ما با سایر کشورها به شدت تحت شعاع و متأثر از سیاست خارجی ما هستش. ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که این سیاست رو میتونیم بگیم سیاست تدافعی و سیاست انفعالی. در مرحله امنیت کماکان ما داریم در جا میزنیم. آیا واقعا سیاست خارجی ما معطوف به همین است که ما در مرحله امنیت باقی بمونیم و صرفا در مقام دفاع از خودمون بر بیاییم؟ آیا سیاست خارجی نباید ناظر به فعالیت ها و سازوکارهای فعال و پویا باشه؟ ما چرا با این سیاست خارجی که شما اعمال کردید و با این سفرهایی که از اتالیا اشاره کردیم برای رفع کدورت بوده، برای رفع سوء تفاهم بوده، پیوسته در این مرحله باقی موندیم؟ جناب آقای وزیر، شما خودتون مستحضر هستید، مردم ما، کشور ما یک کشور جوان هستش. ما میتونیم در منطقه خودمون حداقل یک ژاپن باشیم. ما میتونیم واقعا با کشورهای توسعه یافته رقابت بکنیم. ولی با این سیاست خارجی که ما در پیش گرفتیم و پیوسته در مرحله انفعال قرار گرفتیم و مرتب در مرحله دفاع از خودمون هستیم، مرتب در مقام رفع اتهام از خودمون هستیم، آیا واقعا ما میتونیم به اون پیشرفتهایی که کشور ما واقعا استعدادشو و استحقاقشو داره نائل بیایم؟ جناب آقای وزیر باید برای ما توضیح بدن در طول این مدت 6 سالی که به عنوان وزیر امور خارجه عهده‌دار منصب وزارت امور خارجه بودن و در مدتی که به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل حضور داشتن چه اقدامی کردن در جهت احقاق حق جمهوری اسلامی ایران؟ جناب آقای وزیر، کویت بعد از ما وضعیت نسبتا مشابه با ما را پیدا کرد، اما بلافاصله صندوق غرامت جنگی تشکیل شد و به طریق فروش نفت عراق نسبت به تادیه و بازپرداخت خسارات جنگی کویت اقدام کردند. چطور شد ما در طول این مدت به صورت انگلی اومدیم از اون خسارتی که برای غرامتی که برای کویت تعیین شده بود از محل همون صندوق غرامت نسبت به احیا و احقاق حقوق شهروندانمون که در اونجا آسیب دیده بودن اقدام کردیم و غرامت مربوط به اونها رو گرفتیم؟ گرچه در اینجا هم مشخص نشد در طول اون 8 سالی که این غرامت در صندوق باقی مونده بود این سود ناشی از در واقع این 8 سال کجا رفت؟ جناب آقای وزیر، من مایل هستم شما به ما اشاره بفرمایید جامعه ما که جامعه مایل به نو شدن هست، جامعه ای که مایل به توسعه و رشد است در اثر این سیاست خارجی شما و به موجب ماده 2 و قسمت اخیر ماده 3 قانون تأسیس وزارت امور خارجه، تا چه حد تونسته این مصالح جمهوری اسلامی رو تأمین کنه؟ تا چه حد تونسته متضمن منافع ملی ما باشه؟ چرا در طول این مدت علارغم تمام این رایزنی هایی که جناب عالی و معاونینتون به عمل آوردن ما نتونستیم حتی سنار از این غرامتی که باید توسط دولت عراق به ما پرداخت میشد دریافت بکنیم؟ جناب آقای وزیر بعد بر ما توضیح بدن ما کی میخواییم از این مرحله امنیتی خارج بشیم؟ وقتتون تمام شد. سیاست خارجی ما، هنر دیپلماسی، محدود و معطوف به این استش که ما محدودیت ها رو تبدیل به مقدور بکنیم. کارهایی که ناممکن استش و غیر ممکن تلقی میشه ممکن بکنن. وزارت امور خارجه و در رأس اون وزیر محترم امور خارجه خواهش میکنم توضیح بدن کدوم ناممکن رو ممکن کردن و اون چیزی رو که ممکن بوده چرا نتوانستن برای ما تأمین بکنن. متشکر. برخلاف ورود سازمان ملل متحد به برآورد سریع خسارت کویت در حمله عراق و آغاز پرداخت غرامت از محل فروش نفت این کشور، پرداخت غرامت به ایران هیچ وقت محقق نشد. بعد از تعیین تکلیف جنگ کویت و عراق، نمایندگان سازمان ملل متحد در سال 1991 برای برآورد خسارات وارده به ایران راهی تهران شدند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم و از دیپلمات‌های پیشین ایران، در سال 1390 در گفتگوی با بی بی سی با بیان این مطلب می‌گوید این هیئت خسارات مستقیم ایران را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زد. گزارش نهایی دبیرکل در مورد جنگ ایران و عراق که در دسامبر 1991 به شورای امنیت ارائه شد،
موجب اقدامی از سوی شورا نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در شورا مطرح نشد. مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز در سال 1397 در گزارشی با اشاره به برآورد ماموران سازمان ملل متحد از میزان غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند نوشت این هیئت خسارت مستقیم را مبلغ 99 میلیارد دلار و خسارت غیر مستقیم آن را 150 میلیارد دلار و مجموعاً 249 میلیارد دلار اعلام کرده است. پیشتر در سال 2018 میلادی محمود صادقی نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی مبلغ طلب ایران بابت غرامت جنگی از عراق را 1100 میلیارد دلار اعلام کرد. هرچند او در پاسخ به کامنت های مخاطبان که پرسیده بودند منبع این رقم چیست توضیحی ارائه نکرد، ولی تکرار این ادعا از سوی نماینده دیگر نشان می‌دهد که درون مجموعه حکومت چنین محاسبه‌ای وجود دارد، ولی چگونگی انجام محاسبه و مستندات آن در دست نیست. بنابراین آنچه روشن است با وجود مکلف شدن دولت به پیگیری دریافت غرامت جنگ از عراق توسط کمیسیون امنیت ملی دوره 8 مجلس شورای اسلامی، ولی هیچ نشانه‌ای از پیگیری دولت ایران برای وصول غرامت وجود ندارد. بررسی‌های سایت ایران وایر نشان می‌دهد که سال 1991 دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان عراق را آغازگر جنگ با ایران معرفی و پس از آن هیئتی از طرف سازمان ملل برای برآورد خسارات جنگ به ایران سفر کرده بود. برآورد آنها از ورود خسارات 100 میلیارد دلاری حکایت داشت. در گزارش منتشره توسط مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نیز برآورد سازمان ملل از خسارات مستقیم جنگ مبلغ 99 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم آن 150 میلیارد دلار و در مجموع 249 میلیارد دلار اعلام شده است. حال نمایندگان مجلس ایران چگونه رقم غرامت را 1100 میلیارد دلار محاسبه می کنند یا اینکه منبع ادعایشان چیست برای ما روشن نیست. بنابراین آنچه روشن است عراق مقصر آغاز جنگ معرفی شده است و میبایست خسارات وارده مالی را جبران کند. همان گونه که مکلف به پرداخت حدود 200 میلیون دلار به کویت شد و پرداخت این بدهی از محل فروش نفت این کشور توسط سازمان ملل از همان سال آغاز شد. اما آنچه روشن نیست چرایی پیگیری نکردن ایران برای وصول غرامت از عراق است. و در نهایت یک سند محرمانه توسط نهادی امنیتی این مسئله را تایید کرد که جمهوری اسلامی رسما طلب 1100 میلیارد دلاری خود را که بابت خسارت جنگ 8 ساله بوده بخشیده است.